با سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز برنامه رهایی زن، در ادامه برنامه هستیم. خبر کوتاه: تایید حکم اعدام زانیار و لقمان مرادی در دیوان عالی کشور رسما اعلام شد. زانیار و لقمان مرادی پس از بازداشت و تحت فشارهای قرون وسطایی حاضر به اعتراف تلویزیونی تن در میدن و به اقدام برای ترور امام جمعه مریوان و پسرانش اعتراف میکنن. اما مدتی نمیگذره که هر دو این اتهامات رو رد میکنن و اصرار میدارن که مقامات زندان آنها را به چنین اعترافات غیر واقعی مجبور کرده. اکنون نهادهای حقوق بشری در تلاش هستند که از اعدام این دو جوان جلوگیری به عمل بیارند. در همین راستا فرصتی دست داد تا با پدر زانیار که مقیم کردستان عراق هستند ایشون گفتگویی رو داشته باشم که توجهتون رو به اون جلب میکنم. بله، خط اینترنتی بازه. آقای اقبال مرادی، با سلام و خوش آمدگویی شما به برنامه رهایی زن، لطف کنید خودتون رو یک بار برای بینندگان ما معرفی کنید. با سلام و درود خدمت شما، من اقبال مرادی، پدر زانیار مرادی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام هستم. آقای مرادی، شما در رابطه با وضعیت زانیار و ما خبرها حاکی از اون هستش که ایشون حکم اعدام گرفته، یه مقدار صحبت کنید و لطف کنید برای ما توضیح بدید که اتهام زانیار چی بوده و شما آخرین باری که با ایشون ملاقات داشتید کی بوده و یه مقدار از وضعیتش برای بینندگان ما توضیح بدید. بفرمایید. عرض کنم من با توجه به خبرهایی که تو سایت اینترنتی و رسانه‌های گروهی پخش میشه، زانیار به اتهام شرکت در یکی از احزاب اپوزیسیون کردستان دستگیر شده و اتهام قتل پسر امام جمعه و دو تن از همراهانش بهش نسبت داده شده. حدوداً 32 ماه زانیار تو زندان، ما هیچ گونه ملاقاتی باش نداشتیم، محروم از ملاقات و دیداره و با توجه به رنجنامه ها و رنجنامه ای که یه سال قبل انتشار داده شده و نامه‌ای که اخیراً به جناب آقای احمد شهید فرستاده شدن در رابطه با وضعیت زانیار، معلومه مشخصه که ایشون در چه رنج و ناراحتی بسر بردن تو این مدت. به هیچ عنوان هیچ گونه ملاقاتی به ما داده نشده، چون که من خودم تو کردستان عراق زندگی میکنم و خانواده پدرم که اونجا هستن به حساب پدر بزرگ و مادر بزرگ زانیار چندین بار به مراجع قضاییش مراجعه کردن و هیچ گونه ملاقاتی به ایشون داده نشده. گفتن باید بستگان درجه کش بیان. ما هم که تو کردستان عراق هستیم، خودم به خاطر کار سیاسی در حال حاضر در کردستان عراق بسر میبرم. آقای مرادی، آیا شما تا به اکنون با وکیل زانیار صحبتی داشتید، ملاقاتی داشتید؟ نظر ایشون در مورد این کیس و پرونده چی هستش؟ خدمت درست کنم، من با وکیل صحبت نکردم، ولی خانوادم وکیلی رو واسه ایشون گرفتن، بیشتر به وکیل تسخیری میمونه، نتونسته هیچ گونه دفاعی از این بچه ها بکنه. وکیلی هم که بتونه دفاع از زندانیان سیاسی بکنه، معلومه مثل خانم ستود و اینا جاشون تو گوشه زندانه و با چه شیوه‌هایی با وکیلای برجسته مملکتمون برخورد میشه. این وکیلایی هم که تو کردستان هستن بیشتر مثل وکیلای تسخیری میمونن، بیشتر منافع
نظام رو در نظر میگیرن تا متهم، یعنی که اتهامایی که به متهم داده میشه از طرف مراجع قضایی ابدا نمیتونه از این اتهاما دفاع بکنه یا به حساب صورتی بتونه در رابطه با وضعیت این زندانیان نظر مساعدی بده. متاسفانه وکیل تو کردستان یا تو ایران به هیچ عنوان نمیتونه از زندانی سیاسی دفاع بکنه. شما کتفاً اتهامی رو که به زانیار وارد کردن رد کردید و آیا خبر دارید که خود زانیار در زندان حکمی دریافت کرده و در چه صورتی هستش؟ من با توجه به وضعیتی که زانیار داره، من تا اونجایی که اطلاع دارم از طرف کسانی که تو زندان هستن و یا از طرف مراجع خود نظام و اینا متوجه این خبرها شدیم. اخیراً حکم اعدام به زانیار داده شده به طور شفاهی. قبلا ایشون درخواست تجدید نظر کرده بودن که با وضعیتی که اونا داشتن تو رنجنامشون درج کردن تقاضای تجدید نظر کرده بودن، ولی شورای عالی قضایی تجدید نظر رو قبول نکرده، حکمشون رو فرستادن به اجرای احکام و اجرای احکام هم از خانواده امام جمعه که پسرشون کشته شده تقاضا کرده بودن که بیان برای اجرای حکم به تهران برن، یعنی از مریوان از کردستان به تهران برن. امام جمعه هم براش مشخص شده که اینا دستی در قتل نداشتن، اینا خودشون سناریو سازی های حزب جمهوری اسلامی یا حکومت جمهوری اسلامی بوده و معلوم شده که این اتهامایی که بهشون زدن بی اساس بوده. امام جمعه در جواب وزارت اطلاعات گفته من از این که این جوانان مرتکب این کار شده باشن گمان دارم و ابدا در اعدام کردن ایشون نمیخوام دخالتی داشته باشم. آقای اقبال مرادی، شما به عنوان یک پدری که فرزندش مدت‌های مدیدیه که در زندان هست و بدون اینکه ملاقات داشته باشید، از مجامع بین المللی شما چه انتظاری دارید؟ من از تمامی مجامع بین المللی، سازمانها، نهادهای حقوق بشری، کمپینهایی که در راستای پشتیبانی از زندانیان سیاسی فعالیت میکنن درخواست کمک دارم، تقاضامندم با اقدام و پشتیبانی فوری خود مانع از اجرای حکم اعدام این دو جوان مظلوم شوند. با سپاس فراوان از اینکه وقتتون رو در اختیار بینندگان ما قرار دادید. آقای اقبال مرادی، پدر زانیار مرادی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام. منم از شما و از بینندگانتون تشکر میکنم و ممنونم از اینکه این فرصت رو به ما دادید تا بتونیم باهاتون صحبت کنیم. The Universal Declaration of Human Rights was written in 1948. Millions of people have perished in the Second World War. Many countries are still deeply divided by racism and military oppression. So, the 48 countries of the United Nations got together and decided that enough was enough. So they all sat down and wrote 30 articles. That's 30 rights and freedoms which belong to all of us. Article 1, we're all born free! We have our own thoughts and ideas. And we should all be treated the same way. Yeah!
Article 9 says nobody has the right to put us in prison without good reason. To keep us there, or to send us away from our country. Article 18 says we all have the right to believe in whatever we like, to have a religion, and to change it if we wish. Article 19. We all have the right to make up our own minds, to think what we like, to say what we like, and to share our ideas with other people. Says that nobody can take these rights and freedoms away from us. They belong to everybody.